طيب مكرمه محمد جاره والله لم يضم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. هموطنان نهایت عزیز، گرامی و مؤمن در سر تا سر جهان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینک با فرارسیدن یوم دوشنبه که امروز مصادف است با نهم ذوالقعده سال 1436 هجری قمری و 24 آگوست سال 2015 عیسوی، یک بار دیگر به لطف و مرحمت پروردگار عز و جل در خدمت شما هموطنان عزیز بوده و برنامه خورشید حقیقت که از طریق تلویزیون جهانی آریانا پخش میگردد راهی خانه های شما هموطنان عزیز میباشیم. از پروردگار واحد لا شریک عاجزانه استطامند هستم که بنده حقیرش را با کلمات نوازش فرماید تا رضامندی ذات یکتاییش در آن نهفته و از گفتنی های این بنده حقیر شما خواهر و برادر عزیز در هر کجایی که هستید خرسند باشید. در آغاز صحبت صحت و عافیت همه عزیزان و همه هموطنان عزیزمان را، همه خواهران و برادران مؤمن را در هر گوشه از دنیا که هستین، از درگاه حضرت حق عاجزانه استدعامند هستم و امیدوار هستم که دعای ما شما را در حق هر خانواده عزیزی که دچار مشکل است، دچار درد است، دچار رنج است و از هر ناحیه‌ای که رنجش خاطر دارن، الله پاک به لطف و مرحمت کیش رنج ها و درد ها و مصائب را ازشان دور و در ایواز اطمینان خاطر و صحت و سلامتی نصیب بفرمایید. با این امیدواری خواهر برادر عزیز، آنچه در این برنامه امروز خدمت شما انشاءالله رحمان آماده کردیم به اساس وعده برنامه حج است، ولی قبل از آغاز مسائل حج میریم به سراغ یک سلسله مطالب مختصر دیگه. در ابتدا خواهر برادر عزیز، انشاءالله رحمان به خاطر دارین که در جریان ماه مبارک رمضان برنامه فندریزینگ در اصطلاح انگلیسیش یا به اصطلاح عادی ما شما جمع‌آوری صدقات، غرض خرید یک مسجد یا خرید یک باب کلیسا و تبدیلی آن به مسجد توسط مسجد مبارک نور در شمال کالیفرنیا در شهر کانکارد صورت گرفته بود، لله الحمد به لطف و مرحمت پروردگار عز و جل و به کمک و همکاری همه شما خواهران برادران مؤمن، این مسجد به روز جمعه لله الحمد امو قراردادی را که باید با خریدار با فروشنده می داشتن و قرارداد به امضا رسید و لله الحمد مسجد به خواهران و برادران مؤمن ما شما تعلق گرفت و یک سلسله کارهای البته برای عیار ساختن این کلیسا به مسجد وجود دارد و انشاءالله رحمان ممکن در ظرف یکی دو ماه دیگر این کارهای مقدماتی هم آماده شوه و به ترتیب بعدا مسجد انشاءالله رحمان غرض استفاده خواهران برادران عزیز ما شما در شمال کالیفرنیا در ساحه شهر کانکورد و حومه از او به لطف مرحمت الهی باز خواهد شد. روی ازی ملحوظ این زحمات خواهران برادران ما شما را خاصتا در مسجد مبارک نور و برایشان مبارکباد میگم و از خداوند عزوجل برایشان سعادت دنیا و آخرت میطلبم. و ضمن شما خواهران و برادران عزیز که در روز جمع‌آوری صدقات صدای ما را خالی نگذاشتین و لطف کردین از گوشه و کنار دنیا با این مسجد الحمدلله همکاری کردین، از شما هم اظهار سپاس و شکران میکنم و انشاءالله رحمان که این عمل شما به عنوان یک صدقه جاریه همیشه باقی خواهد بود و هر برادر و هر خواهر و هر طفل نازنینی که و جوانی که انشاءالله رحمان در این مسجد قدم میگذارن و سر به سجده پروردگار عز و جل گذاشته و کلام الهی را انشاءالله رحمان تلاوت خواهند کرد، شما خواهر و برادر عزیز بدون شک در این عمل خیر با ایشان شریک و در هر جایی که هستین ثواب از انشاءالله رحمان به شما هم خواهد رسید. امیدوار هستیم مثل از این مسجد مساجد دیگری هم که
به می اهداف خیر الحمدلله باز میشد. الله پاک همه عزیزان ما و شما رو در هر گوشه و کنار دنیا موفق داشته باشد. مطلب دیگر، خواهر برادر زیبا، کمال تأسف، باز هم خبرهای ناراحت کننده از وطن به گوش همه ما و شما میرسد. تعقیب اوضاع وطن از طریق میدیا دالبری است که متاسفانه در جریان خصوصا یک ماه خیلی ها ناراحتی های زیاد متوجه وطنداران ما و شما در داخل کشور بوده، با مسائل انفجار، انتحار و با مسائل جنگ ها در هر گوشه و کنار که دامنش متاسفانه گسترش پیدا کرده، باز هم هموطن ما و ایران، هم عده ای از خواهران و برادران عزیز ما و شما جانهای شیرینشان را از دست داده و یک عده دیگر زخمی ها در شفاخانه ها باقی مانند و بسیاری از خانواده ها واقعا در غم عزیزانشان نشسته هستند. به هر حال ما یک کلمه در قاموس خود یا در ادبیات خود داریم به عنوان جنایت، و از این که در جنایت بالاتر نخواهد بود که به هر عنوانی که حمله ای صورت میگیرد و از هر گوشه و از هر جناحی هر کسی که عامل و مرتکب همچون جنایات میشود، بدون شک خواهر برادر عزیز در هیچ قاموس و خصوصا ما و شمایی که الحمدلله بحث ما ما همیشه پیرامون قرآن و سنت نبوی شریف است، در هیچ گوشه ای از قرآن و سنت نبوی شریف شما چیزی پیدا کرده نمیتونین که در اونجا قتل انسان بیگناه و ایرانی شهری یا قصبه مطرح شده باشد. آنانی که مرتکب همچون اعمال میشوند یقینا شنیترین اعمال و زشترین اعمال است و در پیشگاه پروردگار عز و جل جوابده خواهند بود. به هر حال اگر افرادی که مرتکب همچون جنایات میشوند یقینا که همه ما شما او را محکوم کرده و همچون حرکات را نه با موازین دینی برابر می دانیم و نه با پرنسیبه های اجتماعی، از هیچ لحاظ همچون اعمال نادرست بشنی قابل از این نیست که تر از او به اصطلاح آدم بحثی بکند، بلکه این فقط در یک کلمه زیر جنایت آورده و همچون اعمال را جنایت میشناسیم. اما طرف دیگه قضیه خواهر برادر از این زمانه که در یک منطقه یا در یک ساحه یا در یک جای به عنوان یک کشور یک حکومت برقرار میشود، دیگه از وظایف حکومت ها همیشه عمی است که باید رعیت خودشان را که به اونها رأی دادن و به اصطلاح و اونها را به حیث زعما و حکمای خود و رهبران خود قبول کردن، بر از اونها اینها باید دلسوزی بکنن و به هر عنوانی که میشود و هست در هر طریقی میشود باید افراد واقعا کارشناس وجود داشته باشد که فکر کنن ما چطور میتونیم امنیت را در این وطن برقرار بسازیم و این مشکل را که دامنگیری جامعه است به صورت کل دور بسازیم. و هر حال ای هم با کمال تأسف خواهر و برادر عزیز از ضعف فوق العاده زیاد دولت میشد که ندانسته حتی در حدود یک ماه ای حملات بسیار ناگوار را که در گوشه و کنار وطن صورت میگیرد اینها را مهار بکنند و به ترتیب جلو حداقل عملیات بعدی ناگوار دیگری را گرفته باشند. متاسفانه ضعف در دستگاه دولتی، در دستگاه های امنیتی، در دستگاه ریاست امنیتشان، وزارت داخل و میقسم وزارت دفاع و همه وجود خواهد داشت و امیدوار هستیم که حداقل این مردم و این دستان در کاران در حکومت که معاشه های فوق العاده زیاد را هم به دست میارن متوجه حال احوال از وطن شون و با ایجاد یک سلسله قوانین و پرنسیبه های بدانند که جلو همچون جنایات را در وطن گرفته باشند. دیگر ما و شما خواهر برادر ازی فکر میکنم در این راه های دور جزدی که واقعا به درد از این هموطنان ما با بلند کردن دعا به درگاه حضرت حق بخوریم و دیگر کار شاید از دست ما چندان ساخته نباشد و اگر ساخته باشد هر کس میتونه به نحو به این مسائل با خصوصا در هفته گذشته یاد کردم که انجمن های وجود دارد و از طریق انجمن ها اگر کمک های اقتصادی باشد چرا نه، و اگر به نحو صدای به یک گوشه ای انتقال پیدا کند که او صدا حداقل گوش شنوایی برش وجود داشته باشد
باید از این استفاده شود. یعنی به هر عنوانش ما که در خور الحمدلله داشتن یک برنامه در تلویزیون و صدا به شکل جهانی پخش می شود، این عملیات و این حرکات را محکوم و از طرف دیگر همو نفرت و انزجار خود در برابر از این نشان داده. و شما هموطنان عزیز را هم که بدون شک می فهم همه متاثر هستین، در این درد و غم با هم یک جا شریک می سازیم و امیدوار هستم که دیگر مؤسسات یا منابعی هم وجود داشته باشد که کاری بکنن که واقعا امو قوت های زیدخت به این مسائل را متوجه خلاهایشان بسازن تا بتانن که اینها کار را سرانجام بکنن که دیگر جلوه همچون اعمال نادرست وشنی گرفته شد. مسئله بعد خواهر برادر عزیز برمیگردیم به این که برنامه امروز و پروگرام و مطلب امروزی در هفته گذشته وعده کردیم که انشاءالله رحمان بنابر پیشنهاد یک عده از خواهران و برادران عزیز، چون ماهی ذوالقعده است و عده از خواهران و برادران عزیز ما شما از سر تا سر دنیا عازم سفر مبارک حج هستند و به سوی بیت الله شریف می روند. از خلیجان عزیز در استودیوی سان فرانسیسکو جهان سپاس که واقعا یک لوگوی بسیار خوبی را بک به عنوان بک‌گراند ترتیب کردن و خیلی ها زیبا هم معلوم می شود و چون مناسک حج است و مناسک حج گری خورده به کعبه معظم و به این ترتیب امروز روی از این مسئله انشاءالله رحمان بحث میکنم. قبل بر این که موضوعات از این طریق بحث بکنم، یکی از ضروریاتی که همه حجاج عزیز به او واقعا نیازمند هستند و باید با خود داشته باشند یک کتاب است. این کتاب رو از هر جایی که به دست میارن با زبانهای خودشان و با هر زبانی که به اصطلاح به او دسترسی دارن با او الحمدلله واقعا وارد هستن، با می کتاب ها باید از هر جایی که میشه باید این رو پیدا بکنن، برای از این که حج رو مناسکی هستن و این مناسک و شرایطی که در وجود دارد باید با وجه احسن با این زحماتی رو که یک حاجی از گوشه و کنار دنیا به اصطلاح به صوب بیت الله شریف میره او رو باید بفهمن و درست او رو ادا بکنن. دیگه یک سفر سیاحتی نیست که یک سیاحت صورت بگیرد، بلکه یک سفر عبادی است که باید عبادت به نحو احسن و به وجه درستش صورت بگیرد تا باشد که حجاج عزیز با قبول زحمات که از گوشه و کنار دنیا میرن در نهایتش ادای مناسک را به شکل درست انجام داده طبق شریعت اسلام عزیز و به این ترتیب انشاءالله رحمان ثوابی که در نهاد از وجود دارد برشان الله پاک ارزانی بفرماید. و یکی از مسئولیت های حجاج همه است امی که فیدا عزمت فتوکل علی الله، فقط که عزم کردین توکلتون به خدا کنین. مسئله عزم می است که شما همچو شرایط را که ایجاب میکند باید را کاملا مهیا بسازین و یکی از آماده ساختن می شرایط امین داشتن یک کتاب هم می باشد. روی از این ملحوظ یک کتاب را من به شما معرفی میکنم که یکی از برادرای عزیز ما شما در استیت کالیفرنیا یا در ایالت کالیفرنیا در جنوب کالیفرنیا هستن، انجینیر صاحب محمد، انجینیر صاحب سبحان الله، انجینیر صاحب مسعودجان نسیمی این کتاب در سال گذشته ترتیب کرده بودن و از نظر جناب دکتر صاحب عبدالستار سیرت هم گذشته، یعنی مراجعه کردن این کتاب و واقعا کتاب را واجد شرایط دانستن که میتونن خواهران برادران عزیزی که عزم سفر بیت الله شریف دارن از این کتاب استفاده بکنن. کتاب است واقعا خیلی ها خوب، آن چیزی که ضروریات یک حاجی است در این کتاب به صورت کل جا داره و شما میتونید که انشاءالله رحمان این کتاب را از جاهای مختلف و خصوصا در بعضی از مساجد مثل در شمال کالیفرنیا در مسجد جامع مهاجرین جایی که ما هستیم الحمدلله در اینجا ما داریم کتاب، میتونن عزیزانی که در منطقه ما هستن کتاب به دست بیارن و البته در ویرجینیا در مسجد مصطفی صلوات الله علیه خدمت جناب حاجی صاحب محمد امان صدیقی تماس میگیرن انشاءالله رحمان کتاب برشان به دستشان قرار خواهد داد و می قسم در بعضی از مساجد دیگه و یا اینکه میتونن که با ماهنامه فقه با جناب استاد عزیز فضل غنیجان مجددی تماس میگیرن و این کتاب رو میتونن که از او طریق هم به دست بیارن. شماره استاد غنیجان مجددی 510-673-52-64 است. شما میتونید که این کتاب به این ترتیب به دست بیارین
و یک کتاب خیلی ها واقعا هم یعنی تمام ضروریاتی که حاجی داره در کتاب جا داده شده و از طرف دیگر یک کاغذ بسیار خوبی برای استفاده شده که واقعا کتاب میتونه که سالها به عنوان یک اثری بسیار خوب در کتابخانه های مناظر ما و شما گویا باقی بونه. میتونید کتاب به دست بیارین و یک قیمت بسیار ناچیزی هم است که این هم به منظور فعالیت های انجمن اسلامی آمو ان شاء الله رحمان به مصرف خواهد رسید و شاید که مثلا این کتاب قیمتش فقط مصارف از این اکثرا احتوا بکنه و یا بسیار یک قیمت ناچیزی به اصطلاح از این به عنوان مفادش بره انجمن آمو باقی مانه. به هر حال عزیزان که ان شاء الله رحمان از به سفر بیت الله شریف دارین، با اینکه دسترسی به هر کتاب در هر گوشه و کنار دنیا هستین رو میتونین به دست بیارین، ولی کتاب میتونین که به ترتیب در امریکا هم از جاهای مختلف ان شاء الله رحمان به دست بیارین. خیلی جان عزیز تشکر از شما که کتاب گذاشتین، عزیزان دیدن ان شاء الله رحمان. حال میریم به سراغ مسائلی که در ارتباط مسائل حج است. خواهر برادر عزیز، در آغاز یک مطلب باید خدمتتون عرض بکنم که یک دایی از خواهران برادران با یک سلسله دلایل به روی مسائل حج و فرارسیدن یوم زمان حج و موسم حج یک طرز دیدها و اندیشه های مختلف را از طریق برنامه ها و یا تماسشان با از طریق تلفن ها با برنامه های مختلف و تلویزیون ها امو دیدها و برداشت های خودشان را مطرح میکنن که وضع جهان در چی رقم از سعودی در چی حالت است یا مسائل دیگری. خواهر برادر عزیز، بعض وقتها شما توجه داشته باشین که اگر ما مسلمان ها به صورت کل در هر گوشه و کنار دنیا هستیم، اگر خود ما مسئولیت های خود ما را ادا بکنیم، این فرایض الهی را نمیتونیم که گوشه و کنار بگذاریم. اگر ما مسلمان ها باور کن حتی از می اگر از لحاظ کمک اقتصادی به غربا و فقرا و گپا بحث بکنیم، هر مسلمان حداقل اگر که از این مصارف بیجا و بی مورد خود و یا نوعی از اسراف خود اینها بکاهن، شما باور کن که هر خانواده میتونه که در هر ماه بالاتر از 20 دلار را بسیار ساده به غربا و مساکین و به این مؤسسات کمک بکنه و اگر هر ماه کمک شود، باور کن که به صدها هزار دلار از می تر یک جمع بشه که متاسفانه این کار بسیار کم صورت میگیره، بسیار کم صورت میگیره. و از طرف دیگه هم خواهر برادر عزیز، در داخل وطن هم میبینید که یک ایده با سرمایه های بسیار هنگفته سرمایه هایشان داد بیداد میکنه و یک ایده دیگه واقعا در خیمه ها زندگی میکنه. اگر اون عموی احساس در وجود از اونها هم پیدا میشه، شما باور بکنید که هم فرضی زکات ادا میشه، هم فرضی حج ادا میشه، هم دست یک غریب و بیچاره گرفته میشه که متاسفانه این کار نمیکنن. بنابراین با کنار گذاشتن فریضه حد نمیشود که ما پول از زیر کسایی که امیه داره میکنن بچنین مقاصد به اسلام و مصرف برسانیم. برای اینکه در بعضی موارد خواهر برادر عزیز دقیق باشین، ببینید قرآن عظیم شان مثلا وقتی که از فریضه روزه گپ میزنه، الله متعال جلو به علم قدیم خود از حال احوال بندیش آگاه هست. میگه کسی که مریض است و کسی که در سفر است دچار یک نوع مشکل و دچار یک نوع زحمتی باشد، میگه فریضه روزه را میتونن که نگرن، بعدن قضا بعد از پایان ماه مبارک رمضان بیارن، چنانچه می کار صورت گرفتن. اما در فریضه حج پروردگار از وجد زمانی که یادآوری میکنه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، فقط چیزی که شرط برش میگذاره استطاعت میگذاره و او میگه کسی که از جانب الله جل جلاله این واجبه است به دوش مسلمان ها که باید فریضه حج را انجام بدهن و شرطش نمیست که استطاعتش داشته باشن و استطاعتی بارد از استطاعتی بدنی است. اگر صحت مند است مشکل از ناحیه صحت تهدیدش نمیکنه، چرا نه حج خود انجام بدهد. و اگر نیک صحتش خدا نخواسته چنان است که قادر به رفتن حج در هیچ وقت و هیچ زمان دیگه نشود، یعنی مریضی دوامدار داشته باشد و حتی برمی افراد حج بدل برشان یک وجیبه است که باید از جانب خودشان یک کس دیگه را به اصطلاح بگمارن و خرچی از او را بپردازن تا ای که حج به نام از اینها انجام بدهد. ببینید که در شریعت به می اندازه سر از این تحکید صورت گرفته. بنابراین الله پاک جل جلاله در کلام برحق خود از حج به عنوان یک فریضه یاد کرده و این یک وجیبه دینی بر امت اسلامی دانسته و باید اینو میگه انجام بدهن در صورتی که استطاعت داشته باشن، استطاعت صحت یعنی بدن و استطاعت پولی.
با یک مقدار از مسائل پولی برخوردار باشن که اون مسائل پولیشان بدانه که تأمین سفر خودشان را از خرج و برج سفرشان را داشته باشه و همین قسم بعد از خودشان عزیزانی که در خانواده باقی مانن اونها به اصطلاح با کدام مشکل از ناحیه مسائل اقتصادی روبرو نشوند. همین شرطش در کلام خود بر حق خود پروردگار از وجل یاد کرده. از این بالاتر امیدوار هستم که دوستان عزیزان نسبت به این مسئله پرسش وجود نداشته باشد که چنین و چنان میکنند. امیر دوستان از پیشان عرض میکنم برای اینکه زیاد وقت باز در جریان بخش سوالات دیگه صورت نگرند. فریضه حج فرض الهی است. وقتی که الله جل و علا شرایط از این معرفی کرده دیگه ضرورت به این نیست که ما دیدگاه های خودمان را به عنوان تراوش های ذهنی در ارشادات الهی ما جا بدیم و در حقیقت همچون نوع اندیشه ها نوع از اعتراض به پروردگار عزوجل و از اعتراض عزیزان باید به صورت کل جلوگیری بکنن. در غیر از اون همچون اعتراض ها خدای نخواسته فرد را اگر دانسته میکنن از ساحت دین بیرون نشان میکنن و اگر نادانسته همچون کار را میکنن اونها خود گناهگار نسازن و بگذارن که امی مسئله امو قسمی که پروردگار عزوجل بیان کرده به مو شکل در میان امت اسلامی باقی بانه. بعد از اون کسایی که واجد شرایط است باید که این کار بکنن و گویا این فریضه الهی را که بر اونها ثابت است از گردن خود ساقط بکنن. حال میایم به این که روی مسئله حج گپ میزنیم. خواهر برادر عزیز، ما مسائل حج را خدمت شما از دو بود میخوایم که بحث بکنیم. یکی بود مسائل معنویات از این مسئله است و یکی بود مسائل فقهی مسئله حج است، چون یکی از عبادات بدنی و عبادت مالی هست که مثلا نماز یک عبادت بدنی است، مثلا روزه یک عبادت بدنی است و زکات یک عبادت مالی است، اما حج عبادت مالی و بدنی، یعنی کل از این چیزها را در خود در بر میگیره. بنابراین در این عبادت توجه جدی به کار می رود که ما قبل بر این که شامل مسائل فقهی از این شویم می خواهیم که توجه خواهران و برادران عزیز را به این سرزمین مبارک که شما را سپار می شین توجه شما را به نکات چند معطوف بکنم تا این که امو عبادت ما شما را که همیشه پروردگار از بجل هر عبادت را که میگه انجام میدین باید با اخلاص انجام بدین، خیلی ها با صمیمیت و با محبت و بر این که گویا مثل که یک بار پیغمبر علیه الصلاه والسلام به یادم اومد میال کی در خدمتتون عرض بکنم در مورد از این که یک حدیث اول از بخاری است که گویا حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه روایت میکنه، میگه که یک شخص با لباس سفید و با یک صورت بسیار زیبا به مجلس ما داخل شد و نزدیک پیغمبر علیه السلام نشست و گویا بندازین نزدیک نشست که امو زانوهای زو با زانوهای پیغمبر علیه السلام تماس کرد. ما هم حیرت زده شدیم که امی شخص ما قبلا در این منطقه خود ندیدیم، برای از اینکه وقت همیشه مردم با مقصبات دیهایی که تقسیم بودن یک دیگر را زود بشناختن و به عنوان یک مسافر هم آثار سفر گفته ندیدیم و بالاخره با این نزدیکیش بعض سوالات را از پیغمبر علیه السلام کرد و یکی از سوالاتش همی بود، گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت اخبرنی عن الاحسان، مرا از احسان خبر بده که احسان چی است. تعریف خاص ما شما از احسان پیش خود در ادبیات خود داشته باشیم، اما احسان را که پیغمبر علیه السلام برش تعریف کرد ایتو تعریف کرد، گفت که برامی پرسنده ایتو پیغمبر علیه السلام میگه که میگه چنان عبادت بکنی پروردگار عز و جل را که گویا او را میبینی. می متوجه هستین؟ شما چنان عبادت بکنید پروردگارتان را که گویا او را میبینی و در حالی که یک نمیتونی ببینی پس به این متیقین و باورمند باشی که پروردگار از جل تو را میبیند. بنابراین ما عبادت را چنان باید انجام بدهیم که واقعا الله سبحانه و تعالی ما را میبیند و ما در زیر نظارت و کنترل حضرت پروردگار بی‌نیاز خود الحمدلله هستیم. بنابراین عبادت ما از عبادات ریایی و از عبادات نشان دادن به دیگران باید کنار برود و تنها عبادت و فقط و فقط به خاطر الله و به خاطر رضای الله سبحانه و تعالی انجام شود که در این واقعا فیض و برکت به حال خود باقی میماند. و اگر خدای نخواسته از این حالت بیرون شد باز اگر طبعا آدم از فیوزات از اون بهره‌ور نخواهد بود. روی از این ملحوظ خواهر برادر عزیز میخوایم که امی
بخش را به عنوان بخش معنویات از مسائل حج با شما شریک بسازم و بعدا به سراغ مسائل فقهی اگر فرصت دهی برنامه موجود داشت میریم و اگر نبود ان شاء الله رحمان در هفته بعدی. و هنوز هم حجاج عزیز با یکی از کشورهای بیرونی اکثرا رفتن و نزدیک کشورهای غربی یا اروپایی و امریکا و اینا تا الحال گروه ها ترک دیار نکردن و شاید بعدها ان شاء الله رحمان به سفر برن. روزی ملحوظ میخوایم که همین مسائل را اول یادآوری کنم بعدا به سراغ مطالب دیگر خود ان شاء الله رحمان بریم. خواهر و برادر بسیار عزیز و گرامی، شما از هر جایی که ان شاء الله رحمان عزم سفر دارین، البته از لحاظ مسائل دی که وسایل سفرتون آماده میذین این یک مسئله است. گوره من امیدوار هستم با هر گروپی که شما تماس دارین اون گروپ ها یکی از وظایفشان است و ما ایره هم در ضمن به اصطلاح پاورقی یا به عنوان خارج از موضوع خدمت همه گروپ های عزیز هم عرض میکنم که حجاج عزیزی را که شما به عنوان سر گروپ ها با خود میبرین یا گروپ ها به همراه خود میبرین، امیدوار هستم وعده هایی را که شما در اوراقتان به عنوان فلایرها کردی و به دست مردم سپرده شده با مو وعده هایتان شما 100% وفا بکنید و قرآن یاد میکنه و اوفو بالعهد، شما به عهدی که با حجاج عزیز شما الحمدلله تعهد سپردین او تعهداتتان را کم با حقه او انجام بدین و در هر جایی که خلای در کارتان پیدا می شود باید حجاج را از خود متلی بسازین تا نشود که خدای نخواسته آزردگی فی ما بین شما و حجاج پیدا شود و چنانچه در بعضی از سفرها امی بروز میکنه و متاسفانه که باور بکنید که این مسائل در مسائل حج بسیار جدی گرفته شود برای از اینکه این یک مسئله ای را بار خواهد آورد که پروردگار عز وجل در ارتباط ادای مناسک حج چند کلمه ای را به ما متوجه میسازد که کسایی که حج را انجام میدهد توجه داشته باشن، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نه اونها مرتکب گناه شوند نه مرتکب اونها اعمال فسق شوند نه اونها با هم دیگر به اصطلاح در جدال بیفتند و این جدال ها بالاخره حجاج خود نخواسته با کلمات رکیک و زشت متوجه هم دیگر خواهد آورد. روی دی ملحوظ از همه گروپ ها آرزومند هستیم که با وعده های خود عمل بکنن و حجاج را بسیار صمیمانه و خیلی ها با دوستی و محبت و با پشتکاری گروپ ها باید که مثل منزل مقصود و بسوی بیت الله شریف ببرن و بسیار آرامی و صحت و سلامتی انشاءالله رحمان که پس دخانه به خانه و جایشان بر بگردانن. امیدوار هستیم در یک قسمت اونها تعهدات خود را انجام بدهن. و سخن دیگر که خدمت حجاج عزیز است، حجاج عزیزی که شما از هر منطقه و گوشه و کنار دنیا میرین و یه عزم سفر بسیار میمون و مبارک را کردین، شما توجه داشتین اولین جمله که من بر شما عرض میکنم الحمدلله من و شما و جمیع امت اسلامی در هر گوشه ای که هستیم ما شما هنگامی از این که نماز خود برگزار میکنیم دقت میکنیم که کدام گوشه خانه ما در کدام مسجد و یا در کدام گوشه پارکی یا سرکی یا جای دیگری نماز میخوانیم و همیشه متوجه هستیم که جای نماز خدا در یک سمت خاص می اندازیم و با اون سمت ما استاده میشیم و نماز خدا برگزار میکنیم. اما سمت را خواهر برادر عزیز کل ما و شما قبله می نامیم و امی قبله را به اساس حکم پروردگار از وجل فولی وجهک شطر المسجد الحرام، پروردگار از وجل میگه که رویت برگردان به طرف مسجد الحرام، به طرف مسجد الحرام باید باشه. بنابراین خواهر برادر عزیز و این مسجد الحرام که عظمت و بزرگواری از این در نهاد اونمو خانه ای است که در اونجا قرار گرفته و او خانه را بیت الله یادش میکنن یا کعبه شریفه یادش میکنن. خواهر برادر عزیز شما از دورترین نقطه دنیا رو به قبله می آورین ولی زمانی که در سرزمین مبارک داخل میشین شما در رویتان مستقیما شما در خانه هایتان گفتیم یک گوشه را انتخاب میکنین و سمت قبله تعیین میشود، دیگر به طرف راستش به طرف چپ در پشت سرش نماز خوانده نمیشن. اما شما وقتی که به حرم داخل میشین و همین تصویری که شما هم میبینید که کعبه شریف است، شما میبینید که از چهار گرد از این مردم ایستاده هستند، گویا هر چهار طرف از اینها که ایستاده میشن رویشان به طرف بازم همین کعبه است که به عنوان قبله مسلمین است. ای اول یک نعمتی بس بزرگ، یک موهبتی الهی است که برای حاجی عزیز که عزم این سفر میمون و مبارک را دارد انشاءالرحمن حاصل می شود.
بنابراین خواهر برادر عزیز ای لطف و مرحمت الهی را شکران بکار است. شما هر آن شکرانگی پروردگار عز و جل را بیارین که انشاءالله رحمان از امی حالایی که عزمی سفر مبارک را کردین شما به عنوان یک حاجی انشاءالله رحمان شمارده میشین و امیدوار استم که با رفتنتان به این سرزمین مبارک توجه داشته باشین که شما میرین به کجا؟ به قبله مسلمان ها، به سرزمین حرم میرین، در یک جای بسیار مبارک میرین. نکته دیگه که خدمت شما خواهران و برادران عزیز عرض بکنم اوی عبارت عزیز که شما به یک سرزمین بسیار مبارک میرین که سرزمین را سرزمین وحی یاد میکنن، سرزمینی که کلام الهی که الحمدلله در خانه های ما و شما، به دسته های ما و شما، در سینه حفاظ وجود دارد و بر هر گوشه و کنار دنیا الحمدلله این کلام وجود دارد. بخشی از این کلام با عظمت در 13 سال عمر نبوت و شریف حضرت رسول علیه السلام دینمی سرزمین مبارک که عبارت از سرزمین وحی است، مکه مکرمه، بر سیدنا رسول علیه السلام شرف نزول پیدا کرد و هدف از این بود که این خانه کعبه را و این خانه مبارک را از لوس شرک و از لوس بت‌پرستی و گپا پاکش بسازد و این کار صورت گرفت. بنابراین شما به این سرزمین و به عنوان سرزمین وحی میرین. نکته دیگه خواهر برادر عزیز توجه داشته باشین که دنیا میفهمین که به نور قرآن و با رسالت و بعثت حضرت رسول علیه السلام الحمدلله از جهل و ظلمات و تاریکی ها نجات پیدا کرد و جایش روشنایی گرفت. بنابراین این خانه منبع نور بود، منبع هدایت بود. شما به یک خانه پر از هدایت و منبع پر از نور داخل میشین و از اینجا باید که چی اخذ بکنین؟ هدایت اخذ بکنین و نور اخذ بکنین. دیگر هیچ چیزی گویا توجه یک حاجی عزیز را در این سفر میمون مبارک جذب و جلب نکنه مگر ای که بگوید ما به یک خانه ای آمدیم که این خانه جهان را از ظلمات و تاریکی ها نجات داد و جهان را به سوی عقیده توحید فرا خواند. پس این خانه خانه توحید است، این خانه وحدت است، این خانه است که واقعا نور از این همه دنیا را به عنوان یک چراغ روشن روشن کرد. بنابراین شما به این سرزمین میرین و از طرف دیگه خواهر برادر عزیز با توجه باشین که در این سرزمین شخصیت حضرت رسول علیه السلام دمی جایی که شما انشاءالله رحمان نقش قدم شما خواهد شد، نقش قدم حجاج پیش از شما شده و از زمان گذشته تا به این دم و همی حالا هم میبینید که 24 ساعت این خانه از طواف کنندگان خالی نیست، حتما طائف وجود دارد و این را طواف میکند. پس بنابراین شما میرین خواهر و برادر عزیز چه نهایت بالاتر و بزرگتر از این نصیب چه کسی که در این سرزمین مبارک در جایی که قدمهای حضرت رسول علیه السلام، قدمهای اصحاب مبارک حضرت رسول علیه السلام در اونجا گذاشته شده، شما در اونجا قدم میگذارین، شما قدم میگذارین در اون جایی که این بیت بسیار معظم و مبارک به اساس امر پروردگار عز و جل با یک بنیادش به اصطلاح گم شده بود، توسط دو پیغمبر پدر و فرزند از جانب الله دستور داده شد و گفتن برین بیت را آباد بکنین. بنابراین ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام با دستهای مبارک خودشان با گویا سنگ برابر کردن، خشت برابر کردن، گل برابر کردن، همه چیزها ای بیت را ساختن و به این ترتیب خدای عزوجل برش امر کرد که و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتینا من کل فج عمیق. و شما الحمدلله و المنه به اساس این حکم پروردگار عزوجل که گفت صدا بزن، ندا را بلند بکن و مردم را سواره و پیاده از جاهای دور و نزدیک به صوب این خانه بس بزرگ و عظیم فرا بخوان و شما این صدا را شنیدین و حال الحمدلله به صوب این صدا شما حرکت دارین و میرین انشاءالله رحمان تا ای که این فریضه الهی را که به دوش شما سپرده شده انشاءالله رحمان انجامش بدهین. پس بنابراین شما با مت یک نیت، با امید یک اخلاص به صوب انمت یک خانه میرین که از یک طرف خانه نور است، از طرف دیگر این خانه خانه هدایت است و از جهت دیگر قبله مسلمان هاست و از طرف دیگر این قدم این خانه
و دستهای مبارک ابراهیم اسماعیل علیه السلام ساخته شده و در اطراف این خانه مثل که شما طواف میکنین رسول بر حق ما شما طواف کرد، اسام مبارکش طواف کرد، بنابراین شما نقش قدمهای حضرت رسول علیه السلام بینه به بینه و تعقیبش میکنین و مو کار رکنها و مو افعال رک انجام دادن و شما انجامش میدهید و مو قسمی که رسول علیه السلام فرمود خذوا عنی مناسککم، شما مناسک حجتان را از ما بگیرین و مثل که در صلات گفت که صلوا کما رأیتمونی اصلی، شما نمازتان را ادا بکنین مثل که مرا میبینی که من نماز را ادا میکنم. بنابراین همه مناسک از خود پیغمبر علیه السلام گرفته شد و کار از این نقطه آغاز شد، کار از این نقطه آغاز شده. بنابراین خواهر و برادر عزیز، شما به یه سرزمین بسیار مبارک و سرزمین وحی الحمدلله والمنه روان هستین. و از طرف دیگر خواهر برادر عزیز، این خانه رو میفهمین خانه عادی نیست، خانه ای است که پروردگار از وجل در نوره دزی در کلام بر حق خود خیلی ها زیبا یاد کرده، این اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدی للعالمین. پروردگار از وجل میگه اولین خانه ای که اساسش در روی زمین گذاشته شد امین کعبه هستک، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا، در بکه که نام دیگری از مکه امی بود. بنابراین ای اولین خانه است که در اینجا گذاشته شد و ای بیت را و بیت الله شریف مسما ساخت. بنابراین ای خانه اموت یه خانه پربرکت و خانه پر فیض است و شما از این فیض با خود خواهید آورد. و امیدوارم حجاج عزیز از این توشه ای که با خود میبردارین گفتم اخلاص است و قرآن میگه و تزودوا فان خیر الزاد التقوا، توشه با خود بردارین و توشه بالاتر از تقوا هیچ چیزی دیگری نیست، همان معیار کرامت انسانی بنده مؤمن در پیشگاه پروردگار عز وجل واقعا قرب پیدا بکند، نزدیکی پیدا بکند. و شما خواهر برادر عزیز از اینجا با می نیت با می هدف انشاءالله رحمان از خانه و کاشانهتان با خداحافظی بین خانواده و دوستان عزیزانتان خیلی ها با نیت خالص و با یک هدف بسیار بزرگ انشاءالله رحمان شما روان هستین. امیدوار هستم که سفر شما سفری خیر و عافیت باشد و انشاءالله رحمان به سرزمین بسیار میمون و مبارک به خیر و به عافیت برسین. خواهر برادر عزیز، در پهلوی ازی که از مناسک حج خدمت شما مطالب را به عرض می‌رسانم، ببینید که وقتی که از کعبه شریف یاد می‌کنیم و با توجه به آیات قرآن عظیم شان کمی غور می‌کنیم، خداوند از وجل گفت که اولین خانه‌ای که در روی زمین اساس گذاشته شد کعبه‌اش بود و بعد از او الله سبحانه و تعالی میگه و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین والقائمین والركع السجود. یا آیات 25 و 26 سوره حج است. در اینجا پروردگار عزوجل حضرت ابراهیم را میگه ما بر از او هم جای مکان را بر حضرت ابراهیم علیه السلام و نمود کردیمش که کجا هست و او را وظیفه دار ساختیم که این خانه را با اعمارش از برای چی؟ برای طواف کنندگان، رکوع کنندگان، سجود سجده کنندگان باید آماده بسازد. و سیدنا ابراهیم علیه السلام با فرزندش این کار را کردن. شما به مت یک سرزمین خواهر برادر عزیز داخل میشوین. پس این برای شما میرسنه که وقتی که این خانه اول بود، ابراهیم علیه السلام بعد از زمانهای بسیار مدید، گویا بعد از آدم علیه السلام که در زمین استقرار پیدا میکنه، بعد از آدم حضرات انبیای مثل ادریس و شیس و نوح و دیگرها میآیان و بعد از اینها حضرت ابراهیم علیه السلام، پس توی خودش معلوم میشود که این خانه در طول تاریخ یا ادوار مختلفه زمان گویا از نظرها ناپدید شده که گویا ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام وظیفه پیدا میکنن، ولی قرآن عظیم شان به اینها اشارات خاصی نداشتن. برای اینکه اگر یک چند هفته گذشته هم خدمت شما در ارتباط مثلا
سوالی از برادر عزیزی که کشتی نوح و طوفان نوح آمد کل جهان را ویران کرد یا گپا، برای عزیزا عرض کردیم که قرآن عظیم شان بعضی مسائل را به صورت مجمل یاد میکنه، بعضی وقایع به عنوان واقعه تاریخی به اصطلاح ثبت اوراق تاریخ میشه و قرآن دو اشاره میکنه، ولی قرآن دنبال عزیز یاد تر برای ما و شما اشارات خیلی ها زیبا را میده که ما دنبال نمو مسائل بگردیم، دنبال هدفش بگردیم. ای که خانه بعد از دچار چه نوع حوادث شد، چه مسائل در اوج اتفاق افتاد، چطور از نظرها ناپدید شد و بالاخره زمانی بود که حضرت ابراهیم علیه السلام با فرزندش مأموریت پیدا میکنن که خانه را بسازن، پس حتما دچار حوادث است که الله جل با توجه به این آیات برحق کلام الله برحق در میابیم که گویا ابراهیم علیه السلام وظیفه میگره. پس این معلوم دارست که ممکن در طوفان نوح اینها خانه از ناپدید شده باشد، ممکن در حوادث دیگری به این ترتیب، یعنی تاریخ های مختلف در مورد از این دیدگاه های متفاوت هم دارن. بنابراین ولی هدف یکیست و مهمترین چیز نمو عبارت از دنبال کردن نمو هدف است که در نهاد از یک خانه عظیم گذاشته شده. ضمناً خواهر برادر عزیز، این خانه واقعا خانه است که پروردگار از این خانه باید عبادت شود، چنانچه قرآن عظیم شان از او حکایت میکند که رسول علیه السلام به مردم ابلاغ میکند که انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القران فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. سبحان الله، عجیب آیت در سوره مبارکه نمل است، آیت تقریبا اخیر سوره نمل است و در اینجا الله جل جلاله گویا پیغمبر علیه السلام از قبرش به دیگران میگه که ما از جانب الله سبحانه و تعالی مأموریت یافتیم که باید پروردگار این خانه و این بیت را بپرستم و دوری از شرک بکنم. پس این عبادت پروردگار از وجل و عبادت صاحب از این خانه در حقیقت هدفی بوده که ندای توحید الحمدلله یک بار دیگر در میان جامعه انسانی به وجود آمد و مردم را از شرک و بت‌پرستی به صورت کل دور کردن. نکته دیگری که در اینجا واقعا بسیار جالب بازم در پهلوی این مسائلی که خدمت شما عرض کردم می آیه و عبارت از ایست که شما توجه بکنید در سوره ابراهیم علیه السلام وقتی که ابراهیم مأموریت با فرزندش کار پیدا میکنن، بعد از او یک جمله بسیار مقبول خود ابراهیم علیه السلام یاد میکنه، میگه که ربنا این یسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تحوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سبحان الله، يعني شما میبینید که مصداق از این آیات قرآنی وقتی که جامعه عمل این آیات میپوشه، شما حالت عملی از این آیات را، یعنی صدق این گفتار را شما عملا میبینین. ابراهیم علیه السلام در چه زمان دعا کرد پروردگار وقتی که با هاجر و با اسماعیل آمد در این منطقه و اینها را تنها میگذاره و بعد خود ابراهیم روان میشه و هاجر صدا میزنه که کجا میری و این جملات شما تعقیب کنین، شما در مت یک سرزمین میرین حجاج عزیز، باید این جملات هم با همراهتون باشه، باید همراهتون باشه، این اشتیاق خاص را در سفر برای شما زیادتر میزده که شما باید یک سرزمین مبارک میرین. و سرانجام شما توجه داشته باشین که در اینجا زمانی که ابراهیم علیه السلام این گپ را میگه با همراه هاجر آمده و هاجر وقتی صدا میکنه ابراهیم کجا میری، ابراهیم صدا نمیکنه، باز بالاخره هاجر پس برش صدا میکنه که آیا ای که ما را تنها میگذاری از جانب الله برات امر شده یا ایست که اندیشه و فکر خودت است. ابراهیم علیه السلام چون سخن از جانب الله برش به گوشش میرسه دفعتن دور میخوره و میگه الله سبحانه و تعالی مرا همچو وظیفه داده که شما را در اینجا میگذارم و من خودم میرم. پس بی هاجر علیه السلام چی جمله زیبا میگه وقتی که از جانب الله سبحانه و تعالی این مأموریت به تو داده شده که ما چنین باشیم، الله هیچ امانت خود ضایع نمیکنه، گویا ما ضایع نمیشیم. و واقعا میبینیم که نه تنها که ضایع نشدن بلکه سنتی بی هاجر علیه السلام به عنوان سی امروز از امو زمان تا به امروز با گذشت قرنها الحمدلله زنده و جاوید است و ای تا مادام روز قیامت به عنوان سنت یک بیبی
بی بی هاجر باقی مانده که سعی است و صفا و مروه گویا امو سعی علی بی بی بود که باقی مانده. پس شما میبینید که شما به انت یک سرزمینی بسیار مبارک خواهر و برادر عزیز میرین. ابراهیم در او وقت و زمان چی دعا کرد باز؟ وقتی که ابراهیم علیه السلام میگه در یکی از تپه های اسمش متاسفانه فراموش شده، در یکی از تپه ها قرار گرفت، باز به طرف پروردگار عز و جل گویا دست خود بنیازی خود بلند کرد و از الله بنیاز سبحانه و تعالی حضرت ابراهیم علیه السلام نیازهای خود پیشکش میکنند و متاثر از این که خانمش یک طرف فرزندش که سالها در ارمان زود بود که یک فرزند داشته باشد که میراث نبوت از او باقی بمانه، بازده ای وقت و زمان خداوند امرش میکنه که بروی فرزند بگذار و یه همیش یک امتحان و آزمون عجیبی است از جانب پروردگار از جان که توجه از اینها میشه، بازی را میگذاره در یک زمان. باز ابراهیم علیه السلام دعا میکنه ربنا اینی اسکنت من ذریتی، پروردگارا ما ساکن کردم یا خود ذریت خود را در اینجا گذاشتمشان، مسکون این منطقه گردانیدمشان، به یک وادی که در اونجا زراعت وجود نداشته، در وادی که خشک است، هیچ چیز دیگه وجود ندارد، قحطی گویا این وادی را تهدید میکنه و هیچ کسی دیگه هم نسبت اینمی عواملی که در اینجا هیچ چیز وجود ندارد، هیچ چیز، هیچ کس زندگی نمیکنه. خواهر برادر عزیز متوجه باشین، فقط در اطراف بسیار دور از این مردم زندگی میکنن. این ابراهیم علیه السلام دعا میکنه با اینجا گذاشتم، حال ما از تو میخوایم که خواست ابراهیم چیز چند خواست دارد. خواست اولی چیز که خدای اولادی مرا پابند نماز داشته باش که هر پدر و مادر آرزو رو باید داشته باشد، و دیگر چی دارم میگن فجعل افئدتا تهوی فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، میگه دیگر چی میخوام که قلوب مردم را گویا ملایم به طرف از اینها بگردان، آرام بگردان تا اینکه مردم به طرف از اینها بیاین و در اطراف از اینها گویا زندگی بکنه که اینها تنهایی احساس نکنن. ورزقهم من الثمرات، و دیگر چیزی که از الله ابراهیم علیه السلام خواند برای لوی نماز، برای لوی تمایل مردم به طرفشان، دیگر خواستش ای بود که بار الها اینها را از میوه ها به عنوان رزق برشان عنایت بفرما و که این وسیله رشد و وسیله ادامه نسل در میان از اینها شده باشد. اینها چیزهایی بود که گویا حضرت ابراهیم علیه السلام این یاد میکند. اما میبینید که بعد از گذشت سالها این دعای سیدنا ابراهیم علیه السلام تحقق پیدا میکنه و سرانجام این سرزمین اون سرزمین مبارکی است که خواهر برادر عزیز به میلیون ها الحمدلله مسلمان، چه مرد و چه زن، چه پیر و چه جوان، چه میان سال و چه حتی اطفال همراه با خانواده هایشان به صاحب این خانه بس بزرگ می روند و حتی به دست آوردن ویزیش حال در این وقت زمان هم بسیار مشکل وجود دارد. دیگر از این نقطه نظر شما خواهر برادر عزیز به میت یک سرزمین میرین و با این دعاهای خدمت شما عرض کردم، این دعاها خودش میرسانه که واقعا شما به یک مکان بسیار مقدس و مبارک روان هستین. از طرف دیگه خواهر برادر عزیز توجه داشته باشین که شما را در احادیث پیامبر علیه السلام گویا حجاج عزیز را به نام ضیوف الرحمن یادش میکنه، مهمانان الله سبحانه و تعالی. خواهر برادر عزیز با این نکته یک اگر کمی دقیق بکنین، در هیچ جای مهمان از طرف میزبان رنجیده خاطر نشدم و یا ناراحت نمیشن. پس هر جایی که گویا مهمان به خانه دوست میرود همیشه از او بسیار به شکل بسیار نیکو و احسن استقبال میکنن. بنابراین خواهر برادر عزیز شما به ایت یک صوب خانه میروین که او را میزبان شما کیست؟ میزبان شما پروردگار واحد لا شریک است، الله متعال است، و شما حتماً اگر با دست خالی برین با دست خیلی ها پر برمیگردین و دست پرتان چه خواهد بود؟ شما برمیگردین مثل که از مادر به دنیا آمده باشین، شما برمیگردین در حالی که همه خطاها و اشتباهای شما انشالله رحمان تکیده شده میباشد، شما در حال برمیگردین که پروردگار از وجب ملائک کرام خیلی ها زیبا یاد میکند که بندگان من که آمدن در اینجا با چی هدف آمدن؟ با هدف از این که ای فریضه تو را ادا بکنن، با این هدف آمدن که
این سنت ذاتی یکتایی تو را انجام بدهند. و بالاخره با این نیت آمدن که اگر اینها مورد عفو و لطف و مرحمتت قرار بگیرند، الله متعال جلده به ملائک کرام صدا می زند که گویا شما را شاهد می گیرم بر این که هر آن کسی که به این سرزمین مبارک آمد و ادای این مناسک را با همه امو اخلاص و با همه نیت خیلی ها عالی انجامش داد، ما اونها را بخشیدم، شما پس بخشیده بدون به سوی خانه هایتان برمیگردین. بنابراین این آغاز کارت باشه خواهر و برادر عزیزی که انشاء الرحمن عزم همچو سفر بس بزرگ و همچو سفر مبارک را داری و این اشتیاق ما را هم بیشتر بساده بر این که اگر چشمان روشن شده بازم روشن بگرداند و اگر چشمان دیگر عزیزان روشن نشده، الله پاک جل جلاله این لطف و مرحمت را در حقشان بفرماید که چشمان سایر عزیزان سایر امت اسلامی هم به این کعبه شریف و کعبه عزیز انشاءالله رحمان روشن بگردد. این بود بعضی از مطالبی که شما حجاج عزیز انشاءالله رحمان به سبب این خانه عزیز روان هستین. از لابلای قرآن عظیمشان مطالب را خدمت شما عزیزان عرض کردم، اما برمیگردیم به ای که هنوزم لحظات دیگر را از شما گرفتم و میخواییم که مطالب چند دیگر را خدمتان عرض بکنم در ارتباط این سرزمین بسیار مبارک. نکته دیگر ای است که شما میدونید 13 سال پیغمبر بزرگوار شما سیدنا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در امی اطراف کعبه معظم دعوت کردن، دعوت توحید داشتن، مردم را به سوی عقیده توحیدی فرا می‌خواندند. اما خواهر و برادر عزیز شما می‌فهمید که در 13 سال یک عده محدود مسلمان شدند و در این مناسک حج که در هفته گذشتهام روی زی یادآوری کردم، دیدیم که عده کثیری از مردمی که در عصر جاهلیت با وجود مملو بودن خانه از بت‌ها می‌آمدند و قدسیت این خانه را احترام می‌گذاشتند و حج را به مو ترتیب انحرافی که داشتن انجامش می‌دادند. در امی وقت و زمان خواهر و برادر عزیز پیغمبر علیه السلام وقتی که مبعوث به پیغمبری میشه کار دعوتش رو میکند، دعوتش با یک عالم مشکلات رو برو میشود. حتی این مردم تصمیم میگیرن که پیغمبر علیه السلام را باید از بین ببرند و شما میدانین در آخرین کسانی که سرزمین مبارک حرم را وی سرزمین وحی را ترک میکند سیدنا رسول علیه السلام، ابو بکر صدیق رضی الله عنه و سیدنا علی مرتضی رضی الله تعالی عنه سک. حضرت علی را در جای خود میگه تو خواب بکن، شب را ایج میگذارد. خود پیامبر علیه السلام با حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه که خیلی ها نارام از چند روز است به امرای ازی یک جا و وسایل سفر را حضرت ابو بکر صدیق مهیا میسازد، اینها از امی سرزمین مبارک بیرون میشن. وقتی که بیرون میشه خواهر برادر عزیز، پیامبر بزرگوار صلوات الله علیه با این سرزمین یک خطاب مقبول دارد. این خطاب پیغمبر رو گوش بکنین، میگه اینک لخیر ارض الله، ای اشاره‌ش از بمی سرزمین مبارک حرم، میگه بهترین زمین هستی، بهترین زمین هستی و احب ارض الله الی الله و دوست داشتنی ترین زمین هستی به پیشگاه پروردگار هستی. توجه داشته باشی خواهر برادر عزیزی که انشاءالله رحمان عزم سفر دارین، شما از یک طرف با زمینی پر خیر میرین و محبوب ترین زمینی که پیش الله محبوب است، هیچ جای دیگه به پیمانی از این محبوب نیست، امی سرزمین است، شما به اینجا ان شاء الله رحمان میرین. و رسول علیه السلام خیلی ها زیبا میگه ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، رواه ترمذی و نسائی و ابن ماجه، میگه اگر این مردم مرا مجبور نمی ساختن که تو را ترک بکنم هرگز از تو بیرون نمی شدم. پیغمبر علیه السلام بنابر مجبوریت اصحابش بیرون کردن، خانوادهش بیرون کردن، خود مبارک را قصد کشتنش کردن و الله متعال جلله به پیغمبر خود اذن هجرت داد و با هجرت خود حضرت رسول علیه السلام خطاب به این سرزمین مبارک وحیه و این زمین بسیار عزیز و محبوب ترین زمین به پیشگاه الله متعال این جملات مقبول را یادآوری میکنن. از طرف دیگر خواهر برادر عزیز شما میفهمین که من و شما و کافه امت اسلامی با ادای نمازهای پنجگانه مأموریت داریم
و این ادای این نمازهای پنجگانه یکی از فرایض دینی ما شماست باید انجام بدهیم. ولی نمازها بعضا گفته می شود که به جماعت ادا شود. شما نماز را که با جماعت ادا می کنین، رسول علیه السلام میگه که این 27 درجه یا 27 مرتبه فضیلتش نسبت به نماز انفرادی است. ولی در جاهای دیگر این درجات خیلی ها بالاتر میره، چنانچه حضرت رسول علیه السلام در یک حدیث شریف در ارتباط از این که امام احمد و ابن ماجه ای روایت میکنه، میگه که رسول علیه السلام فرمودن صلات فی مسجدی افضل من الف صلات فیما سواه، نماز در مسجد من 1000 مرتبه پر فضیلت تر است نسبت به مساجد دیگر یا دعاهای دیگری که شما میگن، الا المسجد الحرام، مگر مسجد الحرام که فضیلت از او از اون که بالاتر است. و صلات فی المسجد الحرام افضل من 100,000 صلات فیما سواه، میگه ای 100,000 مرتبه بالاتر است نسبت به هر نماز دیگری در هر جای. شما به مت 100 زمین خواهر برادر عزیز ان شاء الله رحمان راه سپار هستین. و البته در حدیث متوجه شدین که صلات فی مسجدی گفت، یعنی مسجد خودم، یعنی با این که خواهر برادر عزیز توجه داشته باشین مناسک حج فقط بر سرزمین مکه مکرمه و می ساحه حرم است، و ساحه حرم که از خود کعبه شریف شروع میشه تا به مناطق دیگری که ان شاء الله رحمان شما در زمان ادای مناسک حج بازوره انجام خواهید داد که در بحث های فقهی رو بحث خواهیم کرد. ولی خواهر برادر عزیز توجه داشته باشین که مناسک حج اینجا انجام شود، ولی وقتی که پیغمبر علیه السلام از این سرزمین بیرون شد به کجا رفت؟ به مدینه منوره رفت. بنابراین حجاج عزیز الحمدلله در این سفر مبارک نه تنها این که اینها در سرزمین بخشی از وحی که سرزمین حرم مکیز باقی مانند، بلکه به دیدار سردار هر دو عالم سید الکونین رسول الثقلین سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم به مرقد مبارک به زیارت مبارک به مسجد مبارک هم روان می شوند و ان شاء الله رحمان در اونجا هم شما باز خواهید دید که این سرزمین مدینه منوره که بخش دیگری از سرزمین وحی است و 10 سال عمر شریف به حسد حضرت رسول علیه السلام در اوج صورت گرفته، شما با یک سلسله وقایع خیلی ها پر از خاطرات دیگری روبرو خواهید شد و با اوج باز شما او خاطرات بسیرین دیگر را که از سرزمین بخش دیگر وحی کمانا مسجد نبوی شریف است ان شاء الله رحمان با خود خواهید داشت و ان شاء الله رحمان روی از این موضوعات هم فرصت های وجود داشته باشد بازم یاداوری های خاط کردیم. ولی این حال با می مقدار اکتفا میکنم، صحبت های فکر میکنم زیاد شده باشه و از مسائل دیگری که ان شاء الله رحمان حجر الاسود است و این کعبه شریف چی نمای مقبول دارد و راستی یک برادری که در هفته گذشته از من سوال هم کردن که چرا طواف خلاف عقرب ساعت صورت میگیره، و من تشکر میکنم از بعضی عزیزان و دوستان که از طریق تکست مسیجینگ و از طریق ایمیل برای من یک سلسله مطالب هم فرستادن. جهان سپاس، خداوند شما را خیر نصیب کنه و خدا را سپاسگزار هستم که برنامه ما الحمدلله امت بیننده های بسیار عزیز و گرامی دارن که متوجه ازی هستن که چیزی از ما باقی بونه اونها و خلا را باید پر بکنن. یک عالم سپاس و خداوند به توجه شما برکت بندازه و عمر شما برکت بندازه و ما را واقعا سرفراز ساختین، میربانی کردین، خداوند براتون اجر نصیب کنه. البته آن چیزی که در ارتباط از این مساله خدمت عزیزان هم یاد بکنم، بعد از او باز ان شاء الله رحمان یک وقفه کوتاه و بعدا به سراغ مسائل دیگه میرم. و عبارت ازی بود که عزیزان ما همین سوال داشتن که چرا طواف خلاف عقرب ساعت صورت میگیرد. یکی از اولین دلیل ای است که حکم شاری همی است. برای قرآن جمیشان میگه وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، و مردم باید چی کنن؟ طواف بکنن به دور این خانه عتیقه که خیلی ها خانه گویا دیرینه است، خانه ای که اساسش خیلی ها اولین خانه از اساس گذاشتن. یک است. دومش میگن که قلب به طرف چپ است و با امرا با آغاز طواف از جهت کعبه به چپ قرار گرفتن که گویا ارتباط قلب به همراه کعبه شریف ان شاء الله رحمان دائم و قائم باقی میماند و این ارتباط
ارتباطی هست که چون قلب کنترل میکنه همه وجود را و مو سفارش های کعبه همیشه به امرای بنده ای که انشاء الرحمن این سرزمین مبارک طواف میکند و اونها باقی خواهد ماند. دیگر میگن که به اساس علم فیزیک تمام امو سیارات یا کواکب نجومی هم در مدارشان به جهت خلاف عقرب ساعت حرکت میکنن و یکی از علمای فیزیکی اعتیاد میکنه ای که چرا به طرف کعبه شما اگر ای به جهت راست صورت میگرفت، یعنی کعبه به طرف راست میبود، شما هر آن ایواز از ای که در اینجا میگه قوی گریز از مرکز، یعنی قوی فرار از مرکز بیشتر میبود نسبت به قوی جذب نسبت به مرکز. بنابراین از لحاظ فیزیکی گویا وقتی که اگر طواف به جهت موافق به عقرب ساعت صورت میگرفت، بنابراین ایواز از ای که مردم به کعبه شریف نزدیک شدن فاصله گرفته میرفتن و این فاصله خودش یک مزاحمت را هم ایجاد میکرد. بنابراین یوم از عمو که میگه که هیچ حکم حضرت حق سبحانه و تعالی بی حکمت نیست، امروز دنیای ساینس و تکنولوژی و دنیای فیزیک روی از این هم بحث میکنه که چرا طواف مخالف عقرب ساعت است، بر از این که میگه قوی فرار از مرکز بیشتر میشه و هرگاهی که مخالف از این بشه بر علاوه از این که قوی انرژی بیشتر افزوده می شود و این نیرو انرژی افزودن به معنای ازی است که هر آن امو قرب یا نزدیکی طواف کننده را به کعبه شریفه خیلی ها نزدیکتر و نزدیکتر می سازد. بنابراین با توجه به می مسئله امی یادداشت های بسیار مختصری بود که پیش ما خدمت شما عرض کردم و از دیگر مسائلی که در ارتباط کعبه شریف هم وجود دارد، چون دیگر وقت بسیار زیاد گرفته نشه، میریم به سراغ بس مطالب دیگه هم و البته در ارتباط مدینه منوره که باقی مانده، او را باز انشاء الرحمن کوشش میکنیم که در یک هفته های بعدی و همین قسم مسائل فقهی که یک حاجی با اونها چیکارا را باید انجام بکنه، از کجا شروع میکنه،